تلویزیون برابری با آقای دکتر محمود کبیر هستم، از استادان زبان فارسی که ایشون در مورد تحول زبان فارسی در 100 سال اخیر در همایش زبان‌های مادری در ایران، زبان‌های مادری در ایران در لندن صحبت کردن. محمود جان خیلی خوش اومدید به گفتگوی ما. خیلی ممنون، متشکرم. شما از تحول زبان فارسی در 100 سال اخیر گفتید. این تحول از کی شروع شد و اصلا تحول به چه معناست؟ تحول یا دگرگونی شاید بهتر باشه به کار ببریم. کلمه دگرگونی، خب زبان یک پدیده است که چندین وجه مختلف داره. یکی دستگاه صوتیشه، یکی دستگاه دستور زبانشه و یکی دنیای واژگانشه. خب البته بعد به معنا و اینها هم میرسیم. وقتی صحبت از دگرگونی میکنیم باید ببینیم که دگرگونی در کدوم یکی از این بخشها و بر چه بستری اتفاق افتاده است. من البته بر این باورم که دگرگونی همواره در زبان روی میدهد، حالا گاه در دنیای واژگان، گاه در دستور زبان، گاه هر دو با هم. همه اینها بستگی داره به دگرگونی های اجتماعی و علت این که من 100 سال اخیر رو انتخاب کردم برای اینکه فکر کنم در این 100 سال چندین رویداد بوده است که بر زبان فارسی تأثیر بسیاری گذاشته، وگرنه ما قبلا هم دگرگونی های جدی در زبان فارسی داشتیم. من فکر میکنم مثلا به عنوان نمونه حافظ یکی از کسانی بوده که در دگرگونی زبان فارسی نقش داشته است و به دلیل اینکه نخستین انسان مدرن امروزی جامعه ایرانی است. درست اگر دقت بکنیم زمان حافظ برابر است با زمان دانته در اروپا و اوج رنسانس. حافظ و عبید زاکانی دو انسان مدرن اون روزگار ایرانند که خب متاسفانه مانند اروپا پیگیری نمیشه با تیغ شحنه و شیخ، در حقیقت گلوی این نوآوری بریده میشه. یا حتی در دوران صفویه ما عزین لاهیجی رو داریم، یا جنبش های عظیم نقطویه و حروفیه که اینها شورشگران عرصه زبان هستند و متاسفانه در کتاب‌های تاریخ و ادبیات ما هیچ اشاره‌ای به این زاویه‌ها و این مسائل نشده. ولی به هر حال تحولات جدی که مورد نظر من بوده مربوط به 100 سال اخیر است که آغازش در حقیقت در دوران قاجار و به ویژه در زمان مشروطه است. خود این چطوره؟ یعنی تأثیر انقلاب مشروطیت رو در تحول زبان شما مطرح می‌کنید، یا اینکه تبدیل این به یک نظام به اصطلاح نظاممند، نظام آموزشی تصاویر چیز نظاممند که تأثیرش در زبان فارسی هم چه مشهوده؟ ببینین تحولات اجتماعی که در اون زمان رخ میده در ایران که از مدتی پیش از مشروطیت، یعنی بهتره بگیم عصر مشروطه، از اواسط دوره قاجار شروع میشه و ما توی متن‌های قاآنی و دیگران میبینیم و یا اشعار یغما جندقی میبینیم، در حقیقت مشروطه ایران اگر به تاریخش نگاه بکنیم تقریبا همزمان است با مشروطه در هند، همزمان است با مشروطه در روسیه. یعنی یک نسیم انقلاب در سر تا سر جهان وزیدن گرفته و یک بخشش هم به ایران رسیده است و تأثیر گذاشته و منحصر به اون روزگار خود مشروطه نبوده، از مدت پیش شروع شده بود. منتها در دوره قاجار و به ویژه در دوره مشروطه این تحول خیلی جدی شد. یعنی رویداد، یکیش مسئله خود رویدادهای اجتماعی به گونه ای بود که نیازهای جدیدی میطلبید. یعنی مثلا فن چاپ آمده بود به ایران، روزنامه آمده بود، مسئله قانون آمده بود، مجلس آمده بود و اینها به واژه احتیاج داشت. اون زبان پرتمطراق منشیانه قجری دیگه به درد اون روزگار پرشتاب عجیب غریب نمیخورد. به اضافه اینکه اصلا زبان یه پدیده شده بود در ایران که منحصر بود به دربار، بقیه مردم برای احتیاجات روزمره ازش استفاده میکردند. یک زبان منشیانه دیوانی وجود داشت که با زبان مردم کاملا بیگانه بود و شعران بیشتر در دربار بودن، موسیقی در دربار بود و همون زبان رو داشت. بعد یک مرتبه میبینیم که همه چیز دگرگون میشه. یعنی شعر فارسی قبله عوض میکنه، مخاطب عوض میکنه، مردم مردم میشن، مردم میان تو شعر، مردم میان تو نمایشنامه، مردم میان توی داستان، مردم میان توی مجلس.
و این پیداست که روی زبان، یعنی شعر فارسی از تو دربار کنده میشه، از تو مسجد کنده میشه، از تو خانقاه کنده میشه و میاد تو قهوه خانه، میاد تو بازار، میاد تو کوچه و زبان مردم رو میگیره، سیراب میشه، آلوده نمیشه، سیراب میشه از اون فرهنگ پرشکویی که مردم دارن. خب این یک زاویهشه دیگه. اون زبان و اون کلمات و اون واژه ها و اون لقب ها اصلا باب طبع اون شتاب روزگار و اون مردم نمیفهمیدنش. مردم خودشون فرهنگی بسیار پربارتر، پویاتر، زنده تر از اون فرهنگ مرده و پوسیده و اشرافی دربار داشتن. زبان زنده شد در حقیقت، نوشید از فرهنگ مردم و پیدا بود که حوادث دیگری اتفاق افتاد. یعنی مثلا استعمار هم شروع شد و استعمار همش بد نبود. با خود اون سربازایی که آمدند در خورجیناشون کتاب هم آوردن و فرهنگ هم بردن و در نتیجه ما با پدیده رو برو میشیم بنامه ترجمه. آثار شکسپیر ترجمه میشه، آثار مولیر ترجمه میشه، با فرهنگ غربی آشنا میشیم، دارالفنون باز میشه، معلمای خارجی میان ایران، ایرانی ها شروع میکنه از زمان عباس میرزا اومدن به خارج. و خب این مجموعه تحولات نمیتونست زبان رو که خانه این مردم و خانه این هستیست تحت تاثیر خودش قرار نده. دانشه تمام تار و پود زبان فارسی تحت تاثیر این نیازها، تحت تاثیر این رویدادها، تحت تاثیر این دگرگونی‌های عمیق اجتماعی که اتفاق افتاد. حالا کار ندارم به شکست کشید یا به آرزوهاش دست نیافت و چه نیروهای عامل جلوگیری از این بودن. بستر کلی تمام این تحولات نبردی بود که در جامعه جریان داشت. نبرد بین سنت و مدرنیته، نبرد بین سنت و تجدد. و تو زبان هم همینطوری بود. یه کسانی طرفدار همون سنت بودن، موندن باش، اون زبان رو توی کتاباشون، توی سخنانشون، توی نامه‌هاشون حفظ کردن. یه عده اول بهار پیدا شد، بعد نمیدونم فرخی پیدا شد و بعد این موج، اینا پلایی بودن که اون دنیای قدیمی رو وصلش کردن به دنیای جدیدی که نیما بنیادش گذاشت. بعد ببینیم تو داستان جمالزاده پیدا میشه، صادق هدایت پیدا میشه. همه اینا ولی یه سری وجه مشترک دارن: زبان مردم، فرهنگ مردم، فرهنگ بومی. یعنی برای اولین بار در کتاب‌های تاریخ ادبیات ما صحبت میشه که کردها هم مثلا شعر دارن، ادبیات دارن، صحبت میکنن، اصلا زبان دارن. بلوچ‌ها اصلا شعر دارن. ما میلیون‌ها انسان رو که در سرزمینمون میزیستن در کتاب‌های تاریخ ادبیاتمون اصلا نشانی ازشون نمیبینیم. حالا تو قرن 21 تازه بعضی از اینا شروع کردن به اینکه مبارزه بکنن، به اینکه این زبان ماست. ما چیزی به نام زبان رسمی نداریم، یک زبان مشترکی داریم که ممکنه بعضی حالا قبول ندارن. زبان مشترکی داریم برای رفع و رجوع کارها. بقیه زبان دارن. یعنی چی این زبان دومه یا زبان اقلیت؟ مگه اقلیت یا اکثریت داریم؟ یک نفر مگه در یک جامعه به یک زبان صحبت می‌کنه؟ اون یک زبان برای خودش و همه حقوقی که تمام ملت‌های دیگه دارن باید ازش برخوردار باشه. این اولین تحول تحت استعمار، تحت ترجمه، تحت به غرب آمدن، آمدن غربی ها و تحولات دموکراسی خواهی و مشروط خواهی که در ایران اتفاق افتاده بود رخ داد. منتها نیمه تمام ماند. یعنی حوادثی روی داد، استبداد صغیر پیش آمد، بعد خارجی ها دخالت کردند، روحانیت دخالت کرد و جلوی اون تحولات گرفته شد. جنبش هایی که در گوشه و کنار ایران مثل جنبش خیابانی، جنبش کردستان، جنبش خراسان، ایناش به شکست انجامید و سلسله پهلوی آمد بر سر کار که به نظر من دوران پهلوی دوران دوم این دگرگونی در زبان فارسی است. این در دوران پهلوی چه در واقع تغییراتی در این به اصطلاح زبان یا دگرگونی در این زبان اتفاق افتاد؟ شما از فروغی گفتین، از نیما گفتین و گسستی که حداقل مثلا در شعر نو و شعر قدیم هست، در داستان سرایی هایی هست که داستان های دربار تا داستان های مردم، در کلیتش با چیز نظام آموزشی که در دورهای مختلف تقسیم شد، این تحول چطور روی داد در خود دوره پهلوی و مشخصه هاش در واقع چه بود؟ خب ما به خود تاریخ اون دوره نگاه بکنیم، کسی میاد بر سر کار، سیستمی میاد بر سر کار که ظاهراً در سر دست آنچه رو که مشروطه نیمه تمام گذاشته اون مدرنیته رو به انجام برسونه با استبداد، با استبداد شرقی. یعنی یه چیز متضاد. مدرنیته اولش دموکراسی است
حقوق انسان هاست. ما میخوایم مدرنیته رو با استبداد پیاده بکنیم. خب معلومه دچار درگیری میشیم. یعنی ناسیونالیسم اوج میگیره، منتها با شوونیسم آلوده است، با سرکوب همراهه. و این سعی میکنیم مثلا کلمات نظمیه رو برداریم، مثلا بذاریم دادگستری، از بالا در اینچه در سطح باقی میمونه. بعضی جا هم عمل میکنه و مفیدم است، برای اینکه به هر حال تحولاتی صورت میگیره. یعنی مثلا نظام آموزش پرورش تغییر میکنه، بخشی از قدرت از دست مکتبها به مدارس جدید سپرده میشه و این تحول جدی است که در اون دوره روشنگرانی مثل رشدیه و دیگران در اون نقش بسیار جدی داشتن، با مخالفت های زیادی هم از طرف حکومت هم از طرف روحانیت روبرو میشدن، برای اینکه همیشه روحانیت شیعه بخشی از ممر فکریش از تقدس کلمات، دوگانه بودن کلمات و سنتی بودن کلماته و تن نمیده به نو شدن به اون شکلی که ما فکر میکنیم. در نتیجه اون تحول صورت گرفت، یک تأثیرات جدی گذاشت. صنایع داخل ایران شد، دانشگاه به وجود آمد، زنها از حقوقی برخوردار شدند و اینها گهگداری از دست حکومت میرفت بیرون که او چه میخواست و کار به کجا کشید. ما نمیدونیم پشت پس ذهن تمام سردمداران حکومت چه میگذشت، ولی میدونیم که مثلا در سالهای بین 1313 تا 1319 که دوران رضا شاه است عمدتاً، ما برای اولین بار مقبره فردوسی ساخته میشه، شاهنامه ترجمه میشه، شاهنامه نوشته میشه، کتاب با کتابهای ادبیات آشنا میشیم، زبان یه مقداری جامع عوض میکنه، ولی خب پیداست که اون تحولی که سکولار بشه و رشد بکنه و با صنعت و تکنولوژی و بنیه اقتصادی داشته باشه نداشت و جامعه نمیپذیرفت بخشش. روحانیت اینجا قدرت زیادی داشت، نتونستیم ما کاری رو که در غرب اتفاق افتاده بود در اونجا انجام بدیم، نه از نظر صنعتی و اقتصادی و نه از نظر روبنایی. در نتیجه تحولاتی صورت گرفت که واقعا قابل ارزیابی و جدی است. ادبیات ما تغییر کرد، موسیقیمون تغییر کرد، سیستم آموزش پرورشمون تغییر کرد، بخشی از واژگان عربی و اینها از زبانمون رفت بیرون، بخشی اصلا دنیای خورد و خوراک و زیست و لباس پوشیدنمون عوض شد که عمدتا فرانسوی بود، برای همین دنیایی از کلمات فرانسوی داخل زبانمون شد. حالا اشکالا همه اینا با انبوهی از مشکلات و پیچیدگی‌ها، فکر این که ما این زبان رو باید نو بکنیم، خط رو حتی عوض بکنیم، الفابتمون رو تغییر بدیم، اینا خیلی خیلی مدرن بود توی ایران و به نظر من همین که مطرح شد خودش به هر حال ما اون جامعه رو بهش نگاه میکنیم، جامعه انگلیس نیست، با اونجا اگه بخوایم مقایسش کنیم داستان دیگری است. ما در به نسبت جامعه‌ای که درش زیست میکردیم همه جانبه اگه بهش نگاه بکنیم یه چنین تحول، یعنی دوباره این نبرد سنت و تجدد وجود داشت. اونایی که باید بود تجدد رو پیش می‌بردن با دیکتاتوری روبرو بودن. خب درنچه نمیتونستن. کسانی هم بودن که حتی جزء خود این دیکتاتوری بودن و واقعا تجددخوا بودن، منتها عدم حضور نیروهای فعال اجتماعی و سیاسی و نهادهایی که باید بود این رو پیش می‌برد وجود نداشت. درنچه دست خالی می‌موندن، اشقی رو می‌گرفتن یه تیر می‌زدن تو سرش وقتی می‌دیدن داره زیاد جلو میره، یا فرخی از دیر دهانشو میدوختن. این مشکلات بود، ولی به هر حال تحولاتی توی این دوره دانشگاه ساخته شد، جاده ها درست شد، دنیا تغییر کرده بود. اون سیستم کلونیالیسم یا استعمار کهنه دیگه قد نمیداد توی دنیا. نئوکلونیالیسم به وجود آمده بود، سرمایه‌داری وارد یک مراحل جدیدی شده بود، تحولات جهانی، جنگ جهانی پیش آمده بود. نمیشد زبان فارسی ما بشینیم بگیم نه مثلا چون این رژیم دیکتاتوری بوده تحولی هم توش صورت نگرفته. اون جای خود داره، این هم جای خود. ما تحولاتی توی زبانمون برای اولین بار ما با داستان کوتاه روبرو شدیم، اولین بار اپرا نوشته شد توی ایران، باله به وجود اومد. اینا همه دنیای زبانی ما رو تغییر داد. کانون‌های پرورش فکری کودکان به وجود اومد، ادبیات و زبان ادبی رو، زبان داستان نویسی رو، زبان نمایش رو برد به روستاهای ایران، حالا در اون حد جامعه خود ما. سینما به وجود اومد و حالا با تمام این که بخشش درست در جهت عکس عمل کرد، ولی بخشایش واقعا تأثیرات خیلی جدی داشت که دوباره متاسفانه ما در تمام این مراحلی که من میخوام بررسی کنم، هر بار که این نبرد سنت و تجدد درگیر شده به دلایل خیلی خیلی زیادی به شکست تجدد انجام میده و سنت پیروز شده. سنت بار اولش نیست در سال 57 که پیروز میشه،
هر بار نیمبند به هر حال پیروز شده. در مشروطیت هم بالاخره مثلا شما ماده اول متنون قانون اساسی مشروطیت که قرار بوده یک نظام سکولار بیاره میگه دیوانگان و زنان حق رأی ندارن، یا هر قانون شما میذارین 5 تا مجتهد باید نظر بدن که این با قوانین مذهب اثناعشری جعفری مطابقت داشته باشه. خب این نبرد که البته به گمان من هزار سال ما این نبرد توی جامعهمون ادامه داره و میرسه به سال 57. این 57 مهمترین ویژگیش این همین رویارویی یا تقابل سنت با تجدد یا تقابل روحانیت با نیروی سکولار در واقع تا حد زیادی چرخش کرد به سلطه روحانیت و سنت بر مدرنیته و حتی مدرنیته رو به صورت دیگری در واقع سازمان داد. مدرنیته رو در خودش داشت، یعنی به اصطلاح حتی این جنبش اسلامی همون جنبش اسلامی قرنها پیش نیست، تا حد زیادی با جنبش های نوین اجتماعی رابطه داره. این چه تغییراتی در سیستم چیز داشت؟ چون در چیز اولیه اینه که بسیاری از کلمات عربی وارد شدن، آیاتی وارد شدن، دوگانگی زیادی توی زبان به وجود اومد. مثلا روزنامه ها به گونه دیگری شروع شدن. رئیس جمهور ما قبل از اینکه به فارسی صحبت کنه اول با عربی شروع میکنه و چیزی که مردم میفهمن. شما چجوری میبینید این در واقع تناقض یا ویژگی دوگانه رو توی جامعه ما؟ این تناقض، تناقضی همه جانبه از سر تا پای جامعه است. از همون اولین کلمه خود جمهوری اسلامی این تناقض آشکار و هویداست و گریبان همه چیز این جامعه رو گرفته. این جامعه یک ترکیبی است از جن و از اتم، یعنی دنبال انرژی هستی است منتها با دعا و با حرز حضرت جواد بستن. کامپیوتر داره ولی به گردنش دعا میبنده که ویروس داخلش نشه و تو تمام ابعاد زندگی و گریبان زبان هم میگیره. ما از سوی میبینیم جهانی شدن و دنیای ارتباطات چیزایی رو میبره در داخل اون جامعه، مثل پیامک. پیامک بخشی از زبان ما رو متحول کرده، یا فیسبوک نزدیک 20 میلیون در ایران عضو داره و این زبان خاصی داره و این زبان قابل بررسی است. این زبان تأثیرات جدی گذاشته روی زبان ما و روی زبان روحانیت. یعنی شما الان در حوزه‌های علمیه همه مجهز به اینترنت هستن، همه لیجر سنتر دارن و با مربیان دست آموخته خارجی و آمده اتمیزه شده، ولی جن رو در کنار خودش نگه داشته. یعنی این تناقض وجود داره. بله، عربی کردن، سیاسی کردن، تحول بار معنایی کلمات، یعنی کلماتی بوده که مرده بوده اینا زندهش کردن، با یه اعتبار دیگری به کارش میگیرن و ازش استفاده میکنن. ولی در درجه اول تلاش برای این است که ایدئولوژیک در تمام ابعاد خودش باشه، در هر جایی که احساس خطر در برابر تجدد و پیشرفت بکنه بیسته در مقابلش، از اون تکنولوژی استفاده بکنه برای اندیشه های خودش. و ولی این نیروی جدید ارتباطات دنیای معاصر کنترل رو از دست آنهایی که میخوان مثل 50 سال پیش آورده بیرون و جهان سرعت بیشتری گرفته، تأثیر بیشتری از تمام جهان میگیره و اینها روی زبان تأثیر میذاره و مقابله میکنه با پیامک، با فیسبوک مقابله میکنه. زبان بریده بریده شده، سانسور شده، ولنگار بی سوادانه ای که جمهوری اسلامی میخواد توی اون سیستم جا بندازه دنیای دیگری و اون نسل جوانی است که ما دیدیم چه میکنه و توی این دنیای معاصر حریفش نیست. در نتیجه مثلا به عنوان نمونه زبانی به وجود آمده، زبان مخفی، که بخش بزرگی از نیروی این زبان، زبان ستیز با سانسوره، زبان هنجار شکنی است، زبان قابل تأملی است و بررسی نشده. ابعاد بدی داره، اینه که خیلی جاها سمت و سوی مدرنیته نداره، بنیه اقتصادی نداره، بنیه علمی نداره، ولی چیزهای خیلی مثبتی داره. هنجار شکنی هایی که میکنه، ایجازی که درش هست، کاربرد دنیای معاصر، یعنی زبان
جوان هنجار شکن بی در کجای دنیای معاصره و در نتیجه این زبان زبان خیلی جدی است که میستیزه با اون زبان با تمام کج و کلگی های خاص خودش. در نتیجه این درگیری در عرصه زبان هم همچنان ادامه داره و ابعادش تا اینجایی که من میدونم به این قسمت ها مربوط میشه. ما علارت این چیزایی که در داخل هست ما از میلیون ها ایرانی داریم که در خارج از کشور هم یک زبان دیگری در واقع اینجا در حال تولید شدنه، زبانی که هم با زبان اروپایی و انگلیسی و در واقع فرانسوی، آلمانی، سوئدی اینها مخلوط شده، یک ترکیب جدیدی رو ایجاد کرده. شما این تحول، این زبان، تحول زبان در خارج از کشور رو چجوری می‌بینید؟ خصوصا در بین مهاجرین نسل دوم و سوم. زبان ما دو تا بخش داره، یکی دستاوردهای زبانه، یعنی کتابایی که نوشته شده، بخش روشنفکری ما نوشتادش، نویسنده ها، شاعرای ما بسیار در خور توجه و قابل اهمیت، خیلی خیلی بازدهش خوب و عالی بوده به نسبت جوان بودن این مهاجرت و درگیریایی که داشته. ولی زبان یه وجه دیگه هم داره، اون کاربردی که عموم مردم ازش دارن. به نظر من در اینجا نظرم خیلی خیلی منفی است، یعنی فکر می‌کنم یک زبان ولنگار آمیخته شده با واژه‌های خارجی بدون هیچ مرزی، بدون هیچ نوآوری و در بسیار در سطح برای برآورده شدن فقط نیازهای روزمره. علتش چیه؟ خب خیلی روشنه، این بخش عظیم اگه کتاب هم میخونه دنیای کتابش با دنیای زندگیش کاملا متفاوته و به نظر من نمیخونه، یعنی اون جمعیت به طور عموم اگر بخوام بگم آشناییش با اون فرهنگ و اون دنیای معاصر، چه اونی که در خارجه و چه اون ذخیره و گنجینه‌ای که خودش داره، در حد صفر است. یعنی ما میدونیم کتابایی که چاپ میشه تیراژش اینجا چقدره، میدونیم مراجعین به فیسبوک ها حدوداً کیا هستن و مقالاتی که مینویسن چه باری داره از نظر زبانی. من با بقیه ابعادش اصلا کاری ندارم، زبانیش بسیار ضعیف، پشتوانه نداره، خب بریده شده، دچار مشکلات اینجا هم بوده و این یک خطر خیلی جدی برای نسل بعدی است، برای اینکه پدر مادری که باید این فرهنگ رو و این زبان رو به این بچه بیاموزه خودش نداره اون رو و دلبستگی هم بهش نداره، نیازش هم حس نمی کنه، لزومش هم حس نمی کنه و مسئولیتش رو هم نمی پذیره. برای اینکه ما با وجودی که آمدیم به نظر من خارج و بسیاریمون سیتیزن یا شهروند کشورهای اروپایی شدیم، هنوز شهروند این جهان نیستیم، هنوز در دوران گله و چوپان، ما هنوز امتیم، هنوز بار اون دنیای گلوار زیستن رو با خودمون اینجا حمل میکنیم و برای همین نمیتونیم این ارتباط رو نه با خود دنیا اینجا و نه با نسل بعد از خودمون، و این خطر بسیار بسیار جدی است که نسل بعدی ما و مسئولیتی که داره و وظیفه‌ای که نسل من در برابرش داره. میبینیم که وقتی برنامه‌ای گذاشته میشه، شب شعری گذاشته میشه، فلان، اون نسل اصلا نمیاد، هیچ رغبتی به آمدن به اون مراکز نداره، برای اینکه برآورده نمی‌کنه نیازاشو، با دنیاش کاملا بیگانه است. و حالا میشه مسئولیت رو به گردن هزار و یک عامل انداخت، ولی اگر شهروند این جهانیم، اولین بار مسئولیتش متوجه شخص خود من هست، من چه کردم برای اینکه این دنیا رو دگرگون بکنم و این بچه رو، این نسل رو که مسئوله ما هر کدوم با وجود تمام مشکلاتی که آمدیم اینجا، اگر شهروند شدیم، شهروندی یک سری وظایف داره و یک سری مسئولیت ها، یک سری انتظارات، ما انتظاراتش رو داریم از دنیای معاصر ولی وظیفه و مسئولیتش رو نپذیرفتیم که در برابر اون جامعه‌ای که درش زیستیم و رشد کردیم ما مسئولیم در برابر این نسل بعد از خودمون. از نظر این ویژگی میگم، یعنی این رو باید بهشون توجه کرد و آموخت. آینده رو چطور می‌بینید؟ آینده این زبان رو، زبان فارسی هم یا پارسی؟ آینده زبان فارسی، زبان فارسی زبان پرباری است از بعضی جهات، زبانی است که به هر حال چندین هزار سال دوام آورده، از پیچ و خم بسیاری از حوادث گذشته است. بعضیا میگن زبان عقب مانده است، زبانی است رشد نکرده، محدودیتاش زیاده، اشکالاتش زیاده و بخش بزرگی از اینها درسته، ولی هیچ زبانی به خاطر داشتن این ویژگی‌ها از میان نرفته. زبان‌هایی بودند که مردند،
و اتفاقا کسانی که میخواستن یک ملتی رو بکشن اولین کاری کردن زبانش رو از بین بردن. من به نسل جوان و به ویژه زنان ایمان دارم، زنان ایرانی و جوانان ایرانی چه در داخل و چه اونایی که در خارج هستن، تجربه‌ای که من اینجا در کلاسایی که 30 ساله دارم این است که بخشی از اون بار مسئولیتی که نسل خود من بر عهده نگرفته، اینا به خاطر اینترنت، به خاطر گشادگی فکری که دارن بر عهده گرفتن و من این رویاوری دوباره این نسل رو به فرهنگ و به زبان ایرانی کاملا روشن می‌بینم. ممنون از اینکه این گفتگو با ما کردید.